سلام مجدد دانشجویان محترم به ویدیوی دوم هفته چهارم درس مضمون تاریخ دیپلماسی همه شما عزیزان خوش آمدید. این اسلایدی را که می‌بینید در پایان ویدیوی اول هفته چهارم به بررسی گرفته شد و درباره آن توضیحاتی ارائه کردم. حالا می‌پردازیم به اسلاید بعدی و مبحث اول فصل دوم را آغاز می‌کنیم. خب، مبحث اول تحت عنوان تمدن‌های اولیه هست. در این مبحث صحبت می‌کنیم که دیپلماسی در تمدن‌های اولیه چگونه بوده. می‌دانیم که در بحث تمدن‌ها و در بحث تاریخ تمدن‌ها ما از اصطلاح تمدن‌های اولیه استفاده می‌کنیم. تمدن‌ها هم اولیه و ثانویه و جدید و قدیم دارند. نمی‌توان تمام تمدن‌هایی که در طول تاریخ در گوشه و کنار دنیا با وجود آمدند را یکی دانست و به یک نام نامید، بلکه باید عرض کنیم که تمدن‌ها به اولیه و ثانویه و جدید در واقع قابل تقسیم هستند. حالا ببینیم که در تمدن‌های اولیه دیپلماسی چگونه بوده، برای دیپلمات‌ها چه خصوصیات و یا ویژگی‌هایی برمی‌شمردن، مسئولیت دیپلماتیک به چه معنا بوده و در مجموع دیپلمات ها چه نقشی در تمدن های اولیه داشتند. جمله اول این اسلاید را می خوانم. برخی دیپلماسی را همسال بشر می دانند، زیرا ریشه های آن را می توان در گذشته های دور در میان انسان های عصر اجر، قبایل سرخپوست آمریکا، سیاهان آفریقا، مردم سواحل نشین اقیانوس آرام، قبایل استرالیا و اندوچین یافت. بعضی از دانشمندان به این باور هستند که دیپلماسی امثال بشر هست. امثال بشر هست یعنی این که همان سالی که بشر در واقع به وجود آمد یا در روی زمین پا گذاشت، در همان سال انگار که دیپلماسی به وجود آمده. یعنی بدین معنا که همان زمانی که بشر در واقع به حیات خود آغاز کرد، دیپلماسی هم آغاز کرد. این سخن بدین معنا هست که دیپلماسی از زمان آوان با انسان بوده و انسان‌ها نیاز به دیپلماسی داشتند، نیاز به استفاده از دیپلماسی برای حل مشکلات عادی و روزمره خود داشتند. امثال بشر یعنی این که همزاد بشر، یعنی این که همسن بشر و یعنی این که بشر از زمان آغاز از دیپلماسی استفاده کرده، حالا هم استفاده می کند و در آینده هم استفاده خواهد کرد. و اما ریشه های دیپلماسی را ما در کجا می توانیم پیدا کنیم؟ در گذشته های دور، در گذشته های خیلی دور، خیلی خیلی دور. فکر نکنید که ریشه های دیپلماسی مثل بسیاری از پدیده ها در واقع در یونان باستان بوده. درست است که دیپلماسی واژه یونانی است و ما قبلا در بحث ریشه یابی دیپلماسی و تعریف دیپلماسی در فصل اول و در همان آغاز فصل اول به این مسائل پرداختیم. ولی خود دیپلماسی، ارزش های آن، فنون آن، تکنیک های آن، ابزار های آن، مسائلی است که در گذشته های خیلی دور قابل یافتن هست و در بابش می توان سخن گفت. چی وقت هایی وجود داشته؟ در میان انسان های عصر اجر، قبایل سرخپوست آمریکا، سیاهان آفریقا، مردم سواحل نشین اقیانوس آرام، قبایل استرالیا و اندوچین یافت. پس ما می توانیم در گذشته های دور در اینجاها در واقع ریشه های دیپلماسی را پیدا کنیم. عصر اجر که همه ما و شما این اصطلاح را شنیدیم و بارها به کار رفته، عصری که انسان ها در واقع چیزی نداشتن در اختیار خود،
انسان ها عقب ماندگی خاصی داشتند، عقب بودن از تمدن، حتی در آن خبری نبود. در همان عصر عجر هم انگار که دیپلماسی به گونه ای استفاده می شده و ما می توانیم ریشه های آن را در اونجا هم پیدا کنیم. قبایل سرخپوست آمریکا که در واقع آمریکایی های بومی هستند، آمریکایی های واقعی هستند، هرچند امروز کنار زده شدند، سیاهان آفریقا، مردم سواحل نشین اقیانوس آرام، قبایل استرالیا این طرف، نزدیکی های استرالیا و اندوچین یافت. پس ما می توانیم ریشه های دیپلماسی را در این مناطق پیدا کنیم. اسنادی وجود دارد، شواهدی وجود دارد که در این جاهایی که نام بردیم دیپلماسی وجود داشته و دیپلماسی مورد احترام قرار می گرفته و افرادی به نام دیپلمات فعال بودند. دیپلمات ها و یا ماموران اعزامی در این مناطق از خصوصیت های ذیل برخوردار بودند. خب ببینید، این نکته خیلی جالب است که در همین مناطقی که عرض کردیم، در این گذشته های دور هر کسی دیپلمات نمی شده و یا هر کسی را به مثابه دیپلمات بر نمی گزیدند. دیپلمات ها و یا رسولان یا ماموران اعزامی و یا فرستادگان خصوصیت های مهم می داشتند، خصوصیت هایی که کم و بیش امروز هم مطرح است. ما بعدا صحبت خواهیم کرد که یک دیپلمات باید چه ویژگی هایی داشته باشد. جالب است که ویژگی هایی که در گذشته های دور برای دیپلمات ها برمی شمردن امروز هم مورد توجه هستند. امروز هم این ویژگی های مهم از سوی دانشمندان تایید می شود و تأکید می شود که هرگاه دیپلماتی برگزیده می شود کوشش شود این ویژگی ها را داشته باشد. خب این خصوصیات چیست؟ چنانچه شما هم می بینید، قدرت سخنوری، حسن شهرت، آشنایی با لهجه های گوناگون، اعتماد و تأمل شداهد و خطرات سفر. خب این خیلی مهم است. کسی را به عنوان مأمور اعزامی و یا رسول می فرستادن و یا دیپلمات می فرستادن که او می توانست خوب سخن بگوید، قدرت سخنوری می داشت، آداب سخنوری را می دانست، می توانست از دیگران بهتر سخن بگوید. حسن شهرت، فردی که گذشته بدی نداشته باشد در بین مردم از شهرت نیک برخوردار باشد. آشنایی با لهجه های گوناگون نکته جالبی است. خب این افراد را که میفرستادن یا گزینش میکردن بایستی به زبان های مختلف، به گویش های مختلف، با لهجه های گوناگون آشنایی داشته باشد. اعتماد، معتمد باشد، قابل اعتماد باشد، فردی باشد که به دولت مطبوع خود یا به قبیله مطبوع خود یا به مردم که با آن متعلق است در واقع باورمند باشد و با آن بتوان اعتماد کرد. تحمل شدائد، فردی باشد که بتواند سختی ها و مشکلات را تحمل کند، چون دیپلماسی در آن زمان سخت بود، کار سختی بود. البته در آن زمان خیلی از کارها سخت بوده، طبعا دیپلماسی در آن زمان کار سختری بوده. و خطرات سفر، و این شخص بتواند خطرات سفر را تحمل کند. سفر خطر دارد، سفر سختی هایی دارد، ولی خوبی های زیادی هم دارد. می دانیم که دیپلمات ها پیوسته در سفر هستند، پیام رسانی می کنند. خب کسی که دیپلمات می شود باید خطرات سفر را هم تحمل کند. در آن زمان با توجه به این که امکانات کمتر بوده، سفرها طولانی بوده و در جریان سفرها مشکلات و اتفاقات بدی ممکن بود برای پیام رسانان و یا ماموران اعزامی اتفاق بیفتد، بنابراین فردی را انتخاب میکردند که در کنار خصوصیاتی که میبینید او بتواند خطرات ناشی از سفر را هم تحمل کند و همیشه آماده سفر کردن و به سفر رفتن باشد و با راه آشنا باشد، با شهرها آشنا باشد و اصلا سفر کردن را دوست داشته باشند. اصلا افرادی که سفر کردن را دوست ندارند،
مثل بسیاری از چیزهای خوب را که دوست ندارند. مثلا خیلی از دانشجویان درس خواندن را هم دوست ندارند، خیلی از دیپلمات ها هم سفر کردن را هم دوست ندارند، خیلی از اساتید مطالعه کردن را هم دوست ندارند. خب خیلی از دیپلمات ها هم بودن و هستند که زبان آموختن، سفر کردن، خوب سخن گفتن را هم دوست ندارند. اما باید این مشکلات رفع شود و این خصوصیات باید باشد تا فردی در واقع دیپلمات شود و یا ماموری در عرصه دیپلماسی. خب این افراد از مسئولیت های متعدد و نمایندگی ها ببخشید این افراد از مسئولیت های متعدد و گوناگونی برخوردار بودند. این ماموران اعزامی و یا این دیپلمات ها که اعزام می شدند، اینها مسئولیت داشتند، احترام داشتند، مسئول بودند، کسی حق نداشت برای اینها آسیب برساند. خیلی مسئله مهمی است. فکر نکنید این بحث مسئولیت های دیپلماتیک یک بحث کاملا جدیدی باشد. حتی در گذشته ها به گونه ای وجود داشته. هرچند مسئولیت ها گاهی اوقات نقض می شده و مشکلات ایجاد می شده، ولی وجود داشته. خب اسلاید بعدی را می آورم. این اسلاید را هم ببینید و توجه کنید. آنان درباره مسائل تجارتی و جنگ و صلح با هم گفتگو می کردند و نیز قبایل دور افتاده و دور از هم را برای یک مجمع مشورتی با هم دعوت می کردند. خب ببینید این دیپلمات ها که عرض کردیم در کجاها فعال بوده و متعلق به چه جغرافیایی بودند، اینها موضوعات مورد گفتگوشان همین مسائل تجارتی بوده، کاری که کنسول ها می کنند امروزه، و همچنین بحث جنگ و صلح، کاری که سفرا می کنند، گفتگو می کردند از طرف قبایل مختلف، اینها اعزام می شدند در جاهای مختلفی با هم می دیدند و قبایل مختلف و دور افتاده را برای یک مجمع مشورتی با هم دعوت می کردند. خب تلاش می کردند چیزی شبیه کنفرانس ها که امروز برگزار می شود بین دولت ها، چیزی این چنینی در واقع ایجاد شود و قبایل داره هم جمع شوند و برای مشکلات راه حل مسالمت آمیز و آشتی جویانه پیدا کنند. در این مجمع بود که مسائل مربوط به شکار، ماهیگیری و آداب مذهبی مورد بررسی قرار می گرفت و برای آن راه حل های جستجو می شد. همین مجمع مشورتی که با ابتکار دیپلمات ها برگزار می شد، در آن مشخصا روی مسائل شکار که ما هرچی به گذشته برمیگردیم شکار مسئله مهمی بوده، ماهیگیری که کم و بیش هنوز هم وجود دارد، و بحث‌های آداب مذهبی که اختلافاتی سر اینها، سر مسائل شکار، ماهیگیری، آداب مذهبی بین قبایل ایجاد میشد. خب این مجمع مشورتی راه حل‌های را جستجو میکرد، راه حل‌های را مطرح میساخت. خب پس اگر متوجه شده باشید مجمع در مورد مسائل مهمه در واقع تصمیم می گرفت و فیصله می کرد که در این مجمع خود دیپلمات ها هم حضور داشتند. این ماموران در انجام ماموریت رسمی و ورود در مناطق قبایل علائم و نشانه هایی مثل چوب دستی و یا هم سمبول هایی در دست داشتند که دلالت بر مامور بودن و نیز ماموریت رسمی آنان می کرد. خب این نکته خیلی مهمی است. ببینید این مامورانی که گفتیم به عنوان دیپلمات مدن نظر بودن، هرگاه می‌خواستن نامه‌ای ببرن، هرگاه می‌خواستن رابطه‌ای برقرار کنن با قبیله دیگری، با منطقه دیگری، چیکار می‌کردن؟ اینا سفر می‌کردن. خب در جریان سفر برای اینکه مسئولیتشان تضمین شود، مورد بی‌احترامی قرار نگیرد، امنیتشان تضمین شود، اینا کاری می‌کردن که شناخته شود. علائم و نشانه های مثل چوب دستی و یا سمبول هایی در دست داشتن، خیلی نکته مهمی است، چیزی شبیه عصا در دست داشتن و هر کسی که اینها را می دیدن با آن چوب دستی یا با آن سمبول می دانستن که اینها دیپلمات هستند، فرستاده هستند و برایشان احترام می کردن. خب خیلی مهم است این نکته، خیلی جالب است و از این طریق در واقع اینها مسئولیتشان تضمین می شد، مورد احترام قرار می گرفت تا به همون محل مورد نظر خود می رسیدن.
تقدیم ادایا از طرف و یا به نیابت از رئیس قبیله خود بر رؤسای دیگر قبایل یکی از مأموریت های دیپلمات ها بود. خب در گذشته ادایای زیادی بین پادشاهان و سران دولت ها در واقع تبادله می شود. یکی از کارها همین بوده، برای حسن نیت، برای نزدیکی، برای دوام آشتی، برای دوام صلح و دوستی، ادایایی از طرف رؤسای قبایل پادشاهان می بردن به دوستان خود. خب البته این چنین بحثی امروز هم که اون بیش مطرح است، ولی خب رنگ باخته، اما مطرح هست، چنین چیزی دیگه هنوز گم نشده. این تصویر را هم ببینید. خب این تصویر می تواند بیانگر بخشی از حرفایی باشد که ما عرض کردیم. خب مثلا این چوب هایی که به دستشان بوده یا این عصایی که به دستشان بوده می تواند این نمادی باشد از همون دیپلمات بودن که ما بیشتر در موردش سخن گفتیم. فرض کنید شما این چوب ها چوب هایی باشد که توسط اون آمدن از یک جا به جای دیگر و بعدا به جایی رسیدند و این بحث ها. خب این تصویر می تواند مطالب مختلفی را بیان کند، می تواند به گونه ای به بحث های ما هم مرتبط باشد. اسلاید بعدی رو می آورم. اهمیت دیپلمات ها به پیمانه ای بود که هرگاه مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن و یا به قتل می رسیدن، قبیله ای که دیپلمات منصوب به آن بود و نیز قبیله افراد خاطی با هم درگیر جنگ می شدن. خب با وجود این که تلاش می شد به دیپلمات ها احترام گذاشته شود و مسئولیت هایشان تأمین شود، گاهی اوقات دیپلمات ها مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن و کشته می شدن. چیزی که امروز هم گاهی اوقات اتفاق می افتد، ولی کار نادرستی هست. به سبب همین مسئله ممکن بود بین قبایل جنگ های خونینی هم در بگیرد. حتی در جوامعی که بیگانگان را خطرناک و نس می شمردن هم دیپلمات ها رفت آمد داشتند و مورد احترام قرار می گرفتن. خب ببینید در گذشته بحث بیگانگان خیلی بحث جدی بود، تعصب بیشتر بود و فکر میکردن این بیگانگان خطرناک و نحس هستن، نباید بیایند. ولی با وجود این هم برای دیپلمات ها احترام و ارزشی قائل بودن. در مواردی در برخی جوامع برای زدودن خطرات فرستاده، جادوگر قبیله به نواختن دول و ضرب میپرداخت و حتی در مواردی اقدام به گذشتاندن ادایای فرستنده از روی آتش میپرداختن. خب خرافات بوده دیگه، خرافات همین حالا هم است. اونهایی که فکر میکردن بیگانگان نحس هستن ممکن بود دست به چنین کارهای بزند. جادوگری در گذشته خیلی مهم بوده. این بحث جادوگری که از لحاظ علمی منطق ندارد در گذشته ها خیلی با اهمیت بوده. هر قبیله از خود جادوگری داشته و این بحث ها. خب برای این که به گفته خودشان خطرات و نحس فرستنده که فرد بیگانه ای بود به دربارشان می آمد، به قبیلهشان پا می گذاشت، از بین برود، خب دول می نواختند و ضرب و موسیقی و مواردی از این قبیل. و اون بحث ادایا را که بیشتر مدرسه ساختم، آن را از روی آتش می بردن، رد می کردن تا اون بلاهایی که دارد این ادایا به زعم خودشان از بین برود. ولی با وجود تمام این مزخرفات احترام خاصی برای دیپلمات ها داشتن، هرچند گاهی اوقات دعوا هم بر سر آزار از دیپلمات ها ایجاد می شد. این اسلاید را هم ببینید. قبل از شکوفایی تمدن یونان باستان، دیپلماسی میان تمدن های ایران، مصر، چین و هند وجود داشت. یعنی پیش از این که این تمدن یونان باستان که در موردش چیزهای زیادی شنیدید شکوفا شود و مسمر شود، تمدن های ایران، مصر، چین و هند وجود داشته، در اونجا دیپلماسی بوده. بر مبنای اسناد به دست آمده 13 قرن قبل از میلاد میان مصری ها و مناطق آسیای صغیر مکاتبات سیاسی رد و بدل می شود. خب 13 قرن قبل از میلاد، ما حالا قرن 21 هستیم، یعنی چی؟ 2000 سال، 2100 سال فرض کنید، حالا 3300 سال قبل فرض کنید. خب مصری ها با این مناطق آسیای صغیر مثل ترکیه مکاتبات سیاسی داشتند و رد و بدل می شدن. این اسناد ها وجود داره، یعنی چیزی نیست که
ما از پیش خود بگوییم اینا موجود است در موزیم ها. به طور خلاصه می توان گفت در گذشته های دور از طریق فرستادگان میان پادشاهان مکاتباتی رد و بدل می شود. خب مکاتبات بوده، نامه هایی بوده که توسط همین مامورین، توسط همین رسولان در واقع برده می شود. به فرستادگان هم احترام می گذاشتن و حتی در میان برخی قبایل این باور وجود داشت که فرستادگان تحت حمایت خداوند قرار دارند. احترام خاصی داشتند، چنانچه بیشتر گفتیم بعضی هم جنبه مذهبی می دادن به مسئله و برای اینکه به دیپلمات آسیبی نرسد مسئولیتشان تأمین شود این بحث را مطرح می کردن که این دیپلمات ها تحت حمایت خداوند هستند، به گونه مقدس هستند و نباید کسی مزاحمشان شود. خب این بود مبحث اول فصل دوم که در اینجا با پایان رسید. ویدیوی دوم هفته چهارم این مضمون هم در اینجا با پایان رسید. از توجه و همراهی همه شما عزیزان سپاسگزار هستم. تا هفته آینده خدا نگهدار شما.